سبز سبز گلا تازه تنه برای باغ دست مبود. بیا برو بس که بابا سنگی دونست برن کنار. بابا یه باقدر بابا دو ماسر خونه که پشت نیست برو بچه برو کار بکنیم جاکه بری تایی کارشون بابا نیا با آمده نرم بیا بابا جورا با آمده به آمده نیا بری آنه خود بیدادا خود جورا با آمده ساعت خدمتونه عجب موچ قشنگی همون بهتر که ساعت نداری دارم منتو از دست مزاحمتای شما لشو گذاشتم تو جیبم عجب ساعت قشنگیه میشه زیارتش بکنم نه والا یه حالی دیگه بی پدر مادر دزدیدش این روزا هر چیز خوبه باید قایمش کرد با خدا من همش دلم شور شما رو میزنه که چرا خودتون رو قایم نمیکنی حیف این چشا حیف این لبا حیف این گردن بلو حیف این سینه آقا نوی ما که پایین تر نرفتیم شما دعات میزنین اصلا امروز خیلی بد عقل شدین چه تو مزانتون شده؟ به خدا اگه لب تر بکنین سر یه سوتی شرش از سرتون کم میکنم اگه شر خودتون از سرم کم کنین خیلی ممنون میشم امر بفرمین در سوخته آس و پاس با یه دست لباس کرایه یا یه کپ مو یه زمان دراز چیتون مردم خبر گام شد خفه خفه زبونتو میبارم اگه حرف بزنی یا دلو یه من حرف رتن قادقن نو چه سویک تا کار چه گوشیدون کاشتن یارو دهنش بود سرخیر میده اون وقت میخواد عجب سالا زمونه شده ساعت خدمتونه از وقت خواستم سر حرفو به این هوا با کنم عادتم شده خوشتون اومد حسابی آسولاتش کردم اگه دوست داریم بازم برم علی آقا رو کتک بزنم علی آقا چی؟ فکر نفهمیدم علی منم علی آقا منم دیگه نوکرتم حالا این ساعت چنده یا نه؟ آقا من نامزد دارم نامزدمو خیلی دوست دارم آخر همین هفته هم قراره با هم عروسی کنیم حالا بازم میخواین بدونی ساعت چنده یا نه؟ مبارکه حالا چرا این خبر خوشو به ما گفتی؟ برای اینکه خیالتون راحت کرده باشم شما که با این حرفتون خیال راحت ما رو پاک ناراحت کردین به هر جهت اگه باور ندارین میتونم شما رو دعوت کنم اما به شرطی که مثل آدم حسابی لباس بپوشید اون قارقارکتون با خودتون نیارید نفهمیدم حالا اگه رخش ما شد قارقارک رخش
بزرگ سرشته خانم اومدن اگه بفهمن چی میشه؟ شما به این کارا دخالت نکنید، من خودم یه طوری حالیش میکنم. خدایا خواهد بده. پس تکلیف خیاط که برای پرو لباس عروسی اومده چی میشه آقا بزرگ؟ بله اومده. شما چیزتون شده؟ نه 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 ابدا، حواظ کردم یک گلاسی بزنم برای تام درست کنم بخورم. مشروبه چه وقتی؟ حق با توه، تو سر حالی، اما پدر بزرگت برای اینکه سر حال باشه باید به خودش برسی. حتما باز یه جای کار میلنگه که شما دست به دامن مشروب شدی. چه خدا که به من مربوطی. با یه اوتو برطرف میشه، من درستش میکنم، خیالتون راحت راحت. آخه دیگه چه؟ درست میکنم. ببخشید. چطوره آقا بزرگ؟ ای بدک نیست. چی بدک نیست؟ عالیه. مشفق ارنانی شماها کجایی؟ اونا رو چی کار داری؟ میخوام ببینم عقیده اونا درباره لباسم، گرچه ارسی سلیقه اونا مثل سلیقه شما. از طب من رنجیدیم؟ من منوچه. الو توی منوچه؟ سلام. سلام، راست میگی، حق با تو. آره هر چی که بگی همون دارم، ولی باور کن خیلی گرفتارم. امروزم باز گرفتاری؟ من که به تو از پیش گفته بودم امروز خیاطم میاد درست. آخرش من نفهمیدم این گرفتاری تو چیه؟ بابا گرفتارم میده. دوستان همه از من شیرینی عروسی میخوان. مرگ من؟ پس درش نیاز من بیام. پس زود بیا. اگه ببینی دهنت آب میفته. گرچه آقا بزرگ از دوستش اینگار خوشش. داشتم با منوچهر حرف میزدم. پیدر بچه ای من کسیه که شمارم گول زدی. اگه از روز اول به من گفته بود که نام زد داری هرگز پاکش نمیذاشتم. به خاطر همین بود که خودم رو در اختیارش گذاشتم. ولی حالا فهمیدم که مرد خوب من مرد خوب شما من. اگه میدینین اینجا آمدم فقط به خاطر بچه هم. سلام. چقدر قشنگ شدی. سلام آقا بزرگ. خدا شدی ما. همیشه دلم میخواست من دلخواهم همین لباس بپوشه که حس کنم دامادم. Thank you.
بابا بزرگ و داری قصه هیچی رو نخواهی. میدونم که خبر خوشی برات ندارم، خصوص در چنین موقعیتی. چرا باید تمام خواستگاره تو یه جوری به قول معروف تو زرد از آب در بیان؟ تازه از کجا میتونستم بفهمم که حتی در فامیل خودمونم که همچین جونوری پیدا میشه؟ گریه نکن عزیز دلم، من تمام تلاش و آرزوم این بوده که بتونم با انتخاب مرد شایسته تو رو خوشبخت کنم، اما بدبختانه با تمام دقتی که کردم آمدم با شکست روبرو شدم. انگوش رو هر کی گذاشتم، چه خودی چه غریبه، همه به یه منظور پا پیش گذاشتم. اونم ثروت تو بوده، گرچه از این پیش آمد بی اندازه دل شکسته شدم، اما باز جای شکرش باقیه که زمین حق باز بقر نشد. گریه نکن دخترم، باید از این پیش آمد خوشحالم باشی. بله، تکرار این اشتباهات به من حالی کرد که خودم رو عقب بکشم و انتخاب مرد آیندت رو به خودت واگذار کنم. چرا که نه؟ خوشحال میشم اگه روزی من با شوهر آیندت آشنا کنی. پس تکلیف منوچهر چی میشه؟ اون جونور خودش تکلیف خودش رو روشن کرد. اگه آدم زرنگی باشه دیگه هیچ وقت این طرف ها پیداش نمیشه. آدم از تو توقع داره یه دقیقه که دیر میام همه چیز رو شوهر بدین. میبینم فرکارم چیزی بهش نگاه بال سرشاق شد. پس که به جنازه سرکار سرکار گفت منتظر یک کسیه. منتظر کی؟ چه میدونم، برا خودش بپر. اگه ارده داشتی که لب و فروش نمیشد. آقا رو مانه شما که دکوره لالا کرده. بله خوابیده، ولی میدونم که نزدیک خنگه. منظر کسی هستی؟ منظر کی؟ این دیگه به خودم بده. باشم، حرف ما گفتم دید. اما اگه جنازه شدی نگی نگفتم. شما چی گفتیم؟ گفتم بچه هایی محل از اون ختمان یه حد بیچش چال با سر نداشتن رو تو برگردونی سرت پیغ انداختن مارد ناکرت نه سر رنگت و نبا. حالا امروز سر خود اومدی با ایستادی وایسا، اما از فردا دیگه این طرف ها پیدا نشد. Yeah, I'm gonna go to the hospital.
رو وقی هستی که چشم تو چشمم میندازی و عمل زشت تو اینطور برام تعریف میکنی. تو هم قبول میکنی که من به جز تو کسی رو داشته باشم؟ به مقدسات عالم اگه یه نفس در من جا داشته باشه اونم تو هستی. اگه اسممو به زبون بیاری همچی میخوام تو گوشت. شما زحمت خفه خفه نو چه کار دست پایین دست پایین چه چیزی داری تو این کوچه اثر بدن تنک کردم مردم از تو امنیت ندارن جنون حسنا قدغنه چه کی هستی دوست شب اینکه پارت میدنی که چی مگه کارو تو نگی نداری خجالت خود که دیه در دیزی واسه حیای شاکی هستی بالا سر بچا بخند دخترم بوی نشیبه بخند اگه جرات دارین تنه لشی بیاد چیم فامیل تا خودم تکلیف شی روشت کنم. شما فامیلی؟ مثلا اچرا اول به من نگفتی های فامیل؟ آقا ناچارتم ببخشید خانم از شما معذرت میخوام اگه از اول به من گفته بودین غلط میکردم دست رو آقا بلند کنم. جان پسرمو دارم از خجالت مثل آب یخ میشم. برو پیکاری تمام نه حق و ناروا خوابوندم بیخه گوشتو بده تو گوشم پایم مرد تو بالا خواهیم نه مرد بلد کن دلگیر میشه تحصیل دلد کن نمیخوام بذارم حالا دل کنک شد جونت واجه نمیزدی خیلی به دل میگرفتم قبول کن شد تحصیل خانومه شد سلام خانوم سلام جانم سلام آقا کی باشه؟ ناکرتم کی جانم؟ دوست من هستم یعنی همکلاس هم هستم صحیح خوشبختم آقای تارافی یعنی علی تارافی این انگلیسی خوندنم عجیب مد شده زمان ما آقا فقط فراموش بود و بخ یس پلیز شما که خوب بلدین بزرگ به فرانسه تعارف کردن که چرا وایسادی بفرمایید اگر روی من یا این همه فرانسه خوندم درست اینجا نفهمیدم چی گفت ماشاءالله فرانسه رو مثل انگلیسی حرف میزنین شرمندم نکنین آقای تعارفی دیگه همش یادم نه اتفاقا فرانسه رو مثل ساکستانی ها تلفظ کردین چی جانه منظورم مثل پاکستانی ها فرانسه حرف زدین چی جانه آخه من دوره لهجه بین المللی دارم میبینم با اجازه من تا چند دقیقه چرا تشریف نمیارین تو؟ بفرمی تو جانم برو دارم تخمه آقا تخمه واسه چشم خیلی خوبه حالا بگذنیم که آفت دندونه چی میخورین جانم؟ حالا اگه آب باشه یه چی میخورین؟ منظورم مشروب آقای تعارف حالا که تعارف میکنین یه گلاس ودک میزنیم چه نوع مشروبیه؟ وشکای فرده علا خودمون دیگه میبخشیم بنده اغلب کلمات شما رو متوجه نمیشم خب ما هم بیشتر حرفای شما رو جا میدازیم این به اون در مشروب شما قربون شما صفاتون عشقه ناکرتم سلام شما
اهل تخت نرد هستید جانم؟ والا جانم ما تو قهوه خونه زیر گذر همه حریفیم، هیچ بدم نمیاد که شما رو سوست کنیم. چی جانم؟ هیچی، یعنی نوکرتم. یعنی برده دارم. ها بله بله خیلی قرارتونه گرفت. بح بح بح، عجب تخته. یه کار کجا ساقا جان؟ مال آباده. مشکل به این آباده عجب کاری کرد. منفس جن آسان به اون پنجه استاد بفرما اینجا موسیقی دوله فکرسته بفرما. موسیقی ها رو برمیده. حریف حریف میکنم همه رو تو سیف. شما چرا سرفه میکنی؟ خب بعضی وقتا سرفه میگیره. برای چی؟ آه کمره یک نه جانم، بنده حالا اینجوری رو زمین نشه. بیشیم بابا بیم و بدبختا چی میکشیم؟ خب میفرمایید سر چی بزنیم؟ آه کارتم برای سلامتی کافیه. شما انگلیسی رو برای چی میخونی؟ آه کدوم انگلیسی رو؟ جدی به فرد بگیم چی باعث شده که به این کلاس بشید؟ راستش، والا راستش چون ما انگلیسا چپ افتادیم، اینه که انگلیسی میخونیم تا بتونیم بهشون به انگلیسی بد و بیجا بیا و اتاق نمیونتون چطوره؟ بیا اتاق تو بازی میچه. نوکرتم اومدم تو خط. با اجازه یا این دو بچه بخش اگه منم که جور شیش میارم نه چنگای مرد. خب حالا میزنیم سر یه چیز جدی. نوکرتم من با اجازه باید کجا؟ اونجا که همه تنها میرن. خب اجازه بدین. نه 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 من خودم پیدا کنم. خب بیرفت چیز یه میکنه. نوکرتم حس میکنم که یه عمر دوستی در عکس تمام این چند روزای موبرم به مسئله که این ها از خوشی بیرومدن اهل منم و این حرفاتی میدونی آقا بودی خیلی راحت خودم قابل مطالعه چایی تازه دمه آقای تعارفی شما چرا تعارف میکنی؟ کار ننه را آسون کردم چایی رو بخوریم که بتونم من زودتر برم بفرمیم. اگه شام تشریف داشته باشین خوشحال نوشارتم بنده باز برم یعنی مجبورم به هر جهت از مجالساتتون سیر نمیشه. چی جانم؟ امیدوارم که دفعه آخرتون نباشه. نوکرتم تو کلاس انگلیسی دم دور یس. چه آدم نازنین و خوبی. ما رو باشی نوکرتم هلو ایچی نشده داشتم سینی رو با بونم میبوردم. اختی نه نوکر شما دم کلاس انگلیسی دم دور گود نایت نوکرتم.
قلمو میدم. اگه میتونستن که دیگه دنبال تو کلفت باز نمیفرستادم. علی کار خودشو کرده. نوبت توئه که نشه تو رد کنی. بگو ببینم سرکتی به تورش داری. مفصله. گدا گدا فونت سر جاشه. بیا بیا فونتو گرم کن. خب خب تعریف کن بگو ببینم چجوری شیرین کاشتی. جونتو کار رفتن بود. آخه دختر کلفت نبود که بتونم با یه علنگو یا یه بلیت لوژ سینما تمدن تو خط بیارمش. از همون اول چشم آب نمیخورد. جونمود اگه به خاطر پولش نبود جا میزدم. علی واسه تور زدن کلفتا هزار تا شگرد داره. این نشد اون یکی. اما این دختره مگه را میداد این حسنگ. مونده بودم تو رو دروسی که بیان بگم آقا جعفر نش بابا دست خو نوکرتم. اگه شعار اگه من میرفت نمیذاشتم پیش آقا جعفر کنت بشم. اینیه که جون همه تو میونه هزار تا حلقه چشو همچی دیگا تارفی. تبریک. سلام. نوش شیرین کاشتی. شما با آدم نیستم. میخوای نقششو بسات بکشم؟ این نه این در ساختمونه. اون روبرو در حاله. وارد که میخوای میخوای ببینی که در پلش. میگفته مسخره میکنی؟ اگه راست میگی بگو اتاق خوابش کجا؟ پولاش کشتش کجا؟ خواب اگه میدونی تو بگو کجا؟ بیه کن بینا جلوشو بگیریم. دوزاره بگه جواب بده. دوزارو ببر بگه لا اله الا الله. چهالوست گرفتی؟ آخه اگه من رخ شوریم ازم بر نمی اومد تو تنیدش چی کار میکردی؟ نو کارتم خودت گفتی برم دنبال کار. حالا کار پیدا کردی یا نه؟ والا هرچی رفتم یه دکتر خواستن یا لیسان. نه اینکه تو دیپلومشو داری؟ یه کاری واسم جور شد که به همه خواهد. چرا؟ برشنم نبود. برشنت نبود؟ بعد اخ پیش پای تو آتقی اومده بود که بگه خواهر تو قبل از ما مبارک میخواد ببری. غلط کرده؟ واه. واه نداره. تو خونه که راش ندادین. چرا راش ندادم؟ آقا همه چیزی که نمیشه به تو گفت. حتما کاسه زیر نیم کاسه. ننه پس فردا میخواد آیزنت. آیزنه کدوم یارو دازده. واه. آتقی و دوزده. بله. به هوای خواستگاری میه خونه آدم همچی که راوچاشو یاد گرفتن خونه رو لخ میکنن. ننه آتقیه پرچه آقا از اون چاچول بازا مرده خواهرت. یه دمه دکون تو سرچشمه داره. شاخان کرده کاربار فروش مادر میگه. دیر به تاریک انداخته. والا من که هرچی میگم تو یه چیز دیگه میگی. ما گفتم بود. حالا تو میخوای مالتو دست دوز بدی؟ برو بده. تو بونهای بنی اسرائیلی میگیری. بگو میخوای از زیر بار خرید جهاز خواهر در بدی و خلاص. کی من؟ من قول دادم نوکرشم هست. ده اگه قول دادی دست جنبون به اون خدای بالا سر گفته اگه جهازش جور نشه خودشو میکشی. خودشو میکشی؟ آره. غلط کرده؟ چون این تخون لقه تو دانشی کفره؟ خودش غلط کنه به خوده؟ تو میخواسته؟ ننه حالا شوم خوردی یا نه؟ آره یه پرس کتک و دو تا کوده از آخر. ماشاده شده خونم هنوز نفهمیدم کی راست میگه کی دو. Hello.
سلام. داری گریه میکنی؟ نکنه خوف شوهر گرفته چه؟ کدوم شوهر؟ با یه لا پیرن که نمیشه رفت خونه یه مردم. حالا من که اومدم پشت در که داری آبقوره میگیری؟ نیومدن، اما چشم بذاری ماه مبارک رسیده. این که غم نداره، خونه آخرش این که خودم. خب بالاخره یه کارش میکنم. داداش تو هنوز سر اون قولی که به هم داده بودی هستی؟ نو کارتم، اگه شده خودم رو با آب آقیش بزنم نمیذارم پیش عرم هر کنف بشی. بگو به این سوی تجلی. به این سوی تجلی. اله قربونت برم. خدا نکنه تا موقعی که خانده هاشت زنده فا هیچی نترسست. گرفته گرفته این دل که آتیش گرفته 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 این دل که آتیش گرفته. وا خدایا توبه، نه به اون گریه کردنه، نه به این قل و قنبیله اومدنه. گرفته گرفته. وا ننه چی بهش گفتی؟ هیچی ننه دلش خور کرد. هیچی ننه، خدا عمرت بده.
پدر و ننم انگار خوابیدم. تا حالا هفت پادشارم خواب دیدم. اینم از مهمونی عمه خالو. اما حیف که تو یه کمی ناراحت شدی. یعنی تقصیر هیچ کدومتون نبود. ما هم بدجوری به عمت پریدی. من اگه جای تو بودم لااقل احترام گیس سفیدشو نگه میداشتم. زنی ازش گذشته. آخه اگه جلوش در نمیومدم همین امشب میخواست منو بده به پسرش. خب شب بخیر پدر بزرگ. اون میخواست از جدایی تو منوچهر بول بگیره و پسرشو قالب کنه. از تو جا در نیمده بیافتم تو چاله. نه خوشم اومد. تو هم زرنگ شدی. امشب هرچون از فرخ حرف زد تو هم از علی تعریف کردی. علی با هیچ کدوم از پسرای فانی قابل مقایسه نیست. خدا شاهده هر کدومشون که با آدم میرسن یه جوره میخوان ناخونت بزنن. اما علی نه چشم دیزه اونا رو داره نه دست هرزشون. به خدا هنوز دستشون رو که انگشتن رو لمس نکرده. تو این دور زمانه نمیدونم چطوری اینقدر پاک و درست باقی میده. اینجور که تو پیش میری انگار صدای خوش پیش در آمد عشق به گوشم میخوره. اسمشو هرچی میخوایی بذاری. اما حس میکنم که بهش عادت کردم. اگه راستشو بخوای دوستش دارم. داشتن عیبی نداره. اما برای عاشق شدن باید یه کمی پاورچین پیش رفت. چه درباره علی من هیچ وقت چنین نسخه‌ای تجویز نمی کنم چون که چشم بسته اون رو قبول دارم. خب امیدوارم شب خوب بخواهی. شما هم همینطور. نوکرتم. نگین چرا خدا. خیال کردی سر خود هر غلطی دلت خواست میتونی بکنی؟ کسی که کاری نکرده. دارم میخواست میکردی. اگه یافتا با هم میدازیدی اون وقت سرتون میذاشتم رو سینه.
بی اجازه من این موقع شب رفتی خونه مردم که چی؟ اشبازی کنی؟ بریم بی خود جوش نزن. من دیگه نه علی توزی هستم نه علی اشبازی. جهاز خوهرم هم یه جوری راست و ریس میکنم. مخ تکو خورده یا دختره خرد کرده؟ به زبونت نیار. بی پدر مادر نسناس. فلات پول خرج کردم. هیکلتو درست کردم. موتور زیر پات گذاشتم. حالا که دست و پامو گذاشتی تو پوست گردون میگی اسم دختره رو به زبون نیارم. میخوای از فردا یه کلفت بازی دیگر رو بندازم به تنگی تا بفهمی که... اگه این کارا بکنی؟ اون وقت با من طرفی. به امام زمون اگه یه خال بهش بیفته همه تونو لو میدم. اینو علی آقا تعارفی از تای دلش میگه. گلوت گیر کرد. آگه یه نفر دیگه ماشین تو دم کلاسش ببینم تا رو سرت خراب میکنم. شماها مگه دفعه دیگه اون طرف رو پیداتون بشه خونتون پای خودتونه. اینو بهتون گفتم که حساب کار دستتون بیاد تا بی خود دمه تیغم نیاد. بچه گدا چی شده که روی سگتون نشونه ما میده؟ از این انتر بپرس که میخواست دختر این معصوم رو زیر بگیره. دختر این معصوم رو میخواست زیر بگیره؟ تو چه؟ واسه اینکه خاطرم رو میخواست، واسه اینکه نمیخوام خال به تن یفته، واسه اینکه گلوت پیشش گیر کرده، واسه اینکه میونه همه کلفتهایی که به طور زدی از همه سرتره، واسه اینکه دلتو بسوزونم. منم خاطرشو میخوام. دیوونشم. خیالت راحت شد؟ اصلا بگو دورشو خیت بکشم. باشه چش، من بچه حرف شنویی هستم. نه میگم دورشو خیت بکشم. منتها یه خیت قرمز که نه تنها دلتو بلکه همه جا تو به آتیش بکشم. تو چی میخوای بگی لجن؟ که هنوز تو چنگ من هستی، که هنوز بی اجازه من نمیتونی آب بخوری، که اگه بازم بخوای گربه برخصونی و نبگی باز ماشین رو دم کلاسش میبینی. منتها این دفعه حتم داشته باش رو زیارت نمی کنی، چون که بنازنینشو زیر چرخای ماشینم تیکه تیکه می کنم. اینه و گوشت چرخ کرده می کشمت. تاغو رو سرم خراب کن، پس بچه ها رو تیز کن. چه جدا از کله پوکت در کن که بتونی با جعفر در بیفتی. مثل موم تو دستام شکل عوض میکنی. از فردا باز میشی همونی که من میخواستم. دختره رو هر جوری که هست تحویلم میدی. حیف توف، حیف اون نازنی. گوشم به تو اتفاقی افتاده؟ نوکرتم. نوکرتم تیکه کلم آقا بزرگم تو خونه شده نوکرتم. عجیب به تو علاقه من شده. دیروز چند بار سراغتو میگرم. عقیده داره که تو با جوانه دیگه کاملا فرق داریم. فرق؟ ما همه اون سر تو پا یک عروسی. هیچ فرق. حداقل با اونایی که من میشناسم از زمین تا آسمون فرق داریم. مگه اونا چجوری بودن؟ چجوری؟ میدونی مثل زنهایی بزرگ کرده که تو هیچ وقت نمیتونی قیافه اصلی اونا رو بشنی. وقتی با آدم روبرو میشن مثل کفی دست میدن و وقتی رو تو برمیگردونی میشن پشته پدر سوخته، کلا بردار، دونو، سوچو. چرا میخندی؟ نوکرتم. آخه انگار درست داری هم من تعریف میکنی. خدا نکنه تو هیچ وقت نمیتونی مثل اونا باشی. اتفاقا من از همه اونایی که گفتی بدتر ترم. نگو، به خود علی ازت میرنجم. آخه تو که هنوز امتحانم نکردی. امتحانی کردم. قبولم. قبول قبول. نوکرتم. بهشون قول دادم جمعه باهاشون باشم. البته با تو میریم اسکی.
برکی؟ آره، تو هم باید بیا. نوکرتم. چرا نوکرم؟ آقا من اسکی بلد نیستم. چرا اینقدر تو ساده و درست هستی؟ یه دفعه هم دروغ بگو، مگه چی میشه؟ بگو بلدی، بگو رو دست نداری، بگو جایزه گرفتی، بگو قهرمانی. همه اینا رو که گفتی نوکرتم، اما اسکی بلد نیستم. یعنی اگه پامو بذارم اونجا، زمین خوردن همونو دلنگم به هوا رفتن. بنده رو به کسی معرفی کنم. نوکرت. ما بیشتر علی فاروقی، اگه تو شانس داشتی که تخم شکن نمیذاری بد وقت نمارده بسته دیگه میزنه ماسکرات شاک. تصفیر خودت بسته که نمیخواستم موزدی تو بدیم. اگه بوغ بیمعرفتی نکرده بود که داری در تعریف زیاده روی میکنی. زیاده روی؟ هم کلاسی همو چی میگی؟ ازش دل نمیکندن. موقعی اومدن اتومبیلم سرگوفی پیدا کرده. تازه برای جمعه دیگه هم همه شون ازش قول گرفتن شما هم جمعه با ما بیان. اگه بیان آقا بزرگ اون وقت میفهمی که من هیچ وقت بی خودی از کسی تعریف نمی کنم. حالتو میفهمم، میدونم تو حالا همون حالی رو داری که هر دختری به سن تو باشه همین حالو پیدا میکنه. اما قبول کن عزیزم، سن منم برای اسکی دیگه مناسب نیست. من فقط میتونم تماشاگر خوبی باشم. باشه، قول میدم آقا بزرگ، به شما خوش میگذره. اتفاقا پیش پای تو این فکر بودم که یه راهی پیدا کنم تا بتونم بیشتر با علی معاشرت داشته باشم. راستی شما چطور؟ میریم شکار. با یه تیر دو نشون میزنیم. در این چند روزی که اونجا هستیم بهتر میتونیم در باره اون تصمیم بگیریم. من تصمیم هستم تا علی چی بگیم. چه کنیم دیگه، هرکی تاووس خواهد دور هندستان کشه. مومونم کوتاه کردیم به خاطر عشق. غلام علی
غلام علی. سلام ارباب. سلام جانم، این چمدونا رو ببر تو. مواظب اون چمدون باش که جایی نزنی. شهرباز تفنگ توشه. علی جان. جانم. علی جان خسته نباشی. خیلی تون میومدیم اون شاده ما جانم. نه بابا هستی تون دیم نه و 180 تون اومدی. اتفاقا من سرعتی زیاد خوشم. آره همیشه تو از سرعت و تحرک لذت میبری. اونی که میدونم. برحال علی جان خیلی ممنونم. آروانه یو. علی جان. همه با علی جان افتادم. نه جانم واسه این که من اصلا بلد ایستم توفنگ دست بگیرم. جونه شما میخواد تیر انداختنه به شما یاد بدم جانم؟ نوکرتم ما همینجوری دست پالیشم آزارمون به مردم میرسه. من یادت میدم بلند شو. آخه شما من چی؟ آخه لطفی نداری فردا با ما بیا این مرده با نتونی تیر بندازی. بلند شو تا بگیرد نکنی. بلند شو آقا. وقت کارایی نکرده شدیم این رو اینگو نگاه خانوم معلم هستم. اینجوری میگر ندار گنده رو بذار روشونت فشار بده کسی کسیم هم بذار تو مگست رو نگاه کن حالا میتونی به هر تو که دلت خواست بزنی. یادم میده کل سر تیر اندازی یادم میده تیر اندازی هدف زدی آفری. گفتم انفان خارج خلافی کردم که میخواین منو بخوشید. حیف که دوست فشنگم میبخش ماشینم تو ماسه ها گیر کرد. دیدم همین یه چراغ روشه. اینه که اومدم کمک بگیرم. با کمال مه شما چرا سرما میخوری؟ تو کجا؟ با یه مرد غریب خوبیت نداره بگیم اینم نا. چیزی نشده احساس مالکیت بیکنه پدر توبته. از همه چیزش خوشم میاد، از حرفاش، از حرکاتش. اصلا یه جور خوبیه آقا. خوشگله بابا قربونه تو دختر. آره مثل سگه که انداخته باشنش تو غصا بیفته بیتونه من بایی خودتو خفه میکنی بچه گدا. گفتم نباید میومد اینجا. من باید میومدم اینجا. فرارمون این بود. تو باید دختره رو به من تحویل بدی. حرفشم نزن. قراکتم وردار از اینجا برو. سر من داد نزن. گفتم دوره تو گم کن. شهر دورم رو گم میکنم اما فردا نشه دختر رو رستت میمون. قبول کردی آره؟ وقتی تحویلش دادیم میریدیم سره تو وانمود کن که با ما زد و خورد میکنی فقط به خاطر ایز گم کردن دختره. بلاخره در اومد؟ خیلی متشکرم خانم شوهر مهربونی داریم قدرش رو بدونیم. خواهش میکنم آقا. ممنونم شب بخیر خانم. شب بخیر.
بارون هوا عجیب خوب میشه. آره همه چی خوب میشه. منتها منتها چی؟ تو خوابه دمی ها؟ تو چی؟ من به من کاری نداشته باش. این آقا بزرگم ما رو گرفته با شما که دیجب میگفتی نشونه میگیرم اما دلم نمیاد جونش رو بگیرم. نه جانم امروز یه حال دیگه ای دارم. و تو همون حال باش آقا بزرگم. اونو بزن هر باب ببینم دلت نمیخواد با آبجو یه لبی تر کنی. من خیلی تشنه شدم. آی گفتی با یکی دو تا ساندویچ حسابی میکرده. بخی اخی که لنگری روز ما. حالا یه آبجای تگری با دو تا نخوچی شور حسابی میچسبه.
جاده. چی جانم؟ قربی شما. قربون شما منتظر کسی هستین؟ بله، منتظر نوام و نامزدشم. البته تا وقتی که کارمون تموم نشه همونجا هست. این کار کوچولو تو چیه؟ یه یاد داشت کوتاه به پدر بزرگتون بنویسین که تمام موجودی بانکشون رو بگیرن و تحویل ما بدن. فقط همین. فکر نمی کنی دیوونه شدیم؟ یک کمی. حالا بدون زور و خشونت یاد داشت رو بنویسین یا دست به کار بشین. من نمی نویسم. خیلی خوب باشه. یالا. اگه بخواد پای پلیس رو به میون بکشه دیگه زنده شما ها رو نمیبینه. نه زنده نوشتنی. خیلی خب پس زودتر امتحان کن. نمیدونستم اینقدر بچه گدایی. Thank you.
من بردم این هفته بیلیت برداشت میخوند و بینم در رفتم هیچ وقت نقشه فرارتون نمی کشیدم من اگه به اینا پشت کردم واسه اینی که تو رو دوست دارم فرشته حالا که کار به اینجا کشیده دیگه تو به من بد نگو دیگه تو منو بد ندون آخه من لوم هستم از اول بردم پلیس به میون کشته بشه چی؟ پیرمرده اینقدر تو کلش هست که این کارو نکنه قناری قشنگش گیر بد گربه افتاده گرچه ما فعلا گوشت دست گربه دوزه سپرد نکنه شیطون تو جلدش بره به طرف پنج جول بندازه برو ببین دارن چی کار میکنن بسه این کارو نداره کجا یه خورده دندون رو جیگر بذار چه گداکاری رو که شروع کردی تمومش کن نمیتونم اقلا جلوی اون خرابم نکنم اگه میخواستی خراب نشی به من نارو نمیزدی میری یا دست رو کنم برو دلت بسرم اگه نفخت بهش بخوره تیکه تیکه هم میکنم در حدود 1,700,000 خورده ای بیا بیا اینجا بیا تو بیا تو بیا
خود باز اول کاره. فکر کنه من آدمم.